سلام، خوش اومدین به امیر گیم شو و آخرین قسمت از سایلنت هیل 2 ریمیک، قسمتی که خب در ادامه اومدنمون به هتل به دنبال مری پیداش کردیم و در آخرین لحظه بعد از اینکه اون ویدیو رو گذاشتیم داخل فهمیدیم که جیمز اعتراف کرد که خب زنش مریضی مثل که داشته، ولی معلوم نیست چی میشه که جیمز میزنه میکشتش و خب ظاهر هتل عوض شد. این قسمت دیگه میریم تمامش کنیم بازی رو هر چقدر که باشه، ولی نکته که وجود داره اینه که دوست دارم میدونم این بازی 6 تا پایان داره، یعنی بعد یه بار دیگه تمامش کنیم اونا رو. خب طبیعتا من وقت ندارم این کارو بکنم، احتمالاً ویدیوهاشو میبینیم. به زمانمندی‌ها دقت کنید، بریم ببینیم چی میشه. بله، هتل نابود شد. نمی کنم باز شه یه ساک. چه عجیب داره باز میشه همش. یه اتاق، یه تخته. خیلی خوب درستش کردم. این چه قشنگ محیط عوض شد، همه چی سوخت. خب بعد بریم سمت اتاقی که مری توش بوده. اون که همون که توش بودیم دیگه، نمیخوایم بریم اونجا دیگه. از دوباره این اتاقا رو نرفتیم، ما این برا نیومدیم بریم. بریم از این برا. هیچ درمانی برای کبودی های تو نیست، زخم های تو بسیار شدید هستند. این روی خاکستر با انگشت است. هنوز نمیتونم درستش کنم. هنوز still cannot get it right.
یه علامت سوال جلومونه. میکنم اینو باید بریم بشکنیمش بریم پایین. آره قبل از که بریم روی این اونجا هم نرفتم مسکی. ولی چرا رفتم؟ فکر کنم باید بشکنیمش. هی باید بریم روش تا بشکنه به نظرم. شاید هم باید اون چیزه رو بکشونیم بیاریم بذاریم روی این تا بشکنه بره پایین. آره یه الان میریم اتفاقا میشکونتشون رو به نظرم. فکر نکنم بشه رفت کنیم. اینجا چیه به نظرتون؟ بدون سیف گذاشته. آه این اتاق هست که یه ضبط صدا. رسیدیم به ورودی طبقه دوم. آسانسور رو میگه یعنی برو سوار آسانسور شو. آها اینجور بالا. این چه قشنگ ریز ریز میشه میریزه رو زمین. باز نمیشه. ببین مثل اتاق بیمارستانه اینجا. اونا گفتن که اون درمان نمیشه بعد از اون همه زجر. دیگه مطمئن نیستم که اصلا فایده ای داشته یا نه. آیا اصلا اهمیتی داشته یا نه. نمیتونم بگم که این درک جدیدی که بهش رسیدم، این آگاهی بایستی بعد از همه اون اتفاقها به وجود میومد. این چیزی که تو باید بفهمی و امیدوارم که بفهمی که یعنی ارزشو داشته یا نه. یه لوله از رو زمین همینجوری رفته. رسیدیم با آسانسور. بریم زیر زمین.
کنم در رو نمیتونیم باز کنیم توی یه همچه آبی که در نمیشه باز کرد. هنوز در حال سوختنه. آنجلا، هنوز داستان اینو نمیفهمیم. بابایی که تو دیواره. مامان. مامان. I was looking for you. من دنبالت بودم. You're the only one left. تو تنها کسی هستی که باقی موندی. Maybe then I can finally rest. شاید بالاخره بتونم با آرامش برسم ماما. What's wrong? چی شده؟ Wait. You're not my mama. تو مامان من نیستی. It's you. این توی. Sorry, Angela. متاسفم آنجلا. I think you were right. فکر کنم تو درست میگفتی. What we're looking for. چیزی که ما دنبالشیم دیگه اینجا نیست. Thank you for helping me. مرسی که قبل‌تر بهم کمک کردی. But I wish you hadn't. ولی کاش نکرده بودی. Even mama said it. حتی مامانم اینو گفت که I deserve what happened. من لایق اتفاقی برام افتاد بودم. آنجلا این حقیقت نداره. نمیخواد برای من دلسوزی کنی. I'm not worth it. من ارزششو ندارم. Or maybe you think you can save me. فکر میکنی میتونی منو نجات بدی. Will you love me? آیا تو عاشقم میشی؟ Care for me? برام اهمیت قائل میشی؟ Heal all my pain. تمام دردامو خوب میکنی؟ That's what I thought. این چیزی بود که پیش خودم فکر میکردم. James. Give me back the knife. چاقو رو بهم برگردون. No, I won't. نه، این کارو نمی‌کنم. Saving it for yourself. خب برای خودت برش داری؟ Have it your way. باش، هر جور مایلی. It doesn't change anything. این چیزی رو تغییر نمیده. اینجا به گرمای جهنمه. You see it too. تو هم میبینیش؟ For me it's always like this. برای من همیشه همین شکلی دنیا. بدبختی این چیه؟ اینقدر تاریک سرنوشتاشون ها که نمیخوای اصلا زبون بیاری. فقط بخوای خودش نشونت بده و ببینی، نمیخوای حدس بزنی چون همه حدس ها تاریک وحشتناکه. ببین حالا یکم داستان سرایی کرد، حالا بریم یکم گیم پلی.
خیلی بازی متعادلیه، یعنی باور نکردنی متعادله. می تونیم نزنیمش؟ اتاق 312 رو باید پاک کنی. هیچ کس بر نمیگرده. بگی که اومد. اینو دیدی بدون دوست عزیزمون در راهه. بله دوست عزیزمون در راه نیست، رسیدیم بهش. خب وایسا عجل نکن. به این مپ داره نشون میده هیچی باز نیست، همینه مسیرش. گوله شاتگان نریم، گوله اینجوری داریم. وای چقدر سیف، چه خبره؟ نظرتون مفهومی داشت؟ یعنی سیف کن حتما، این دیگه شوخی بردار نیست. ما دوتا لعنتی رو بلمون کنید. اینا قاضی هم چه کیفیت موها. قضاوت شد. I know what you are. من میدونم تو چی هستی. I know why I need you. من میدونم برای چی به تو نیاز داشتم. But it's all over now. ولی حالا دیگه همش تموم شده. I don't need you. من دیگه بهت نیازی ندارم. آمادم. پشتشو بردم، هرچی اصلا پشت رو زنیم. بیا اقل یه جوری باید گیجش کنیم. بس فایت فقط گوله بزنه.
اوه سیب دستشونه. تخمه اسکارلت اگ، تخم قرمز، راست کالرد اگ، یعنی تخمی که نمیدونم زنگ زده است. اینا رو هرچی میتونی بردار. هر کدومش ببینیم فرق میکنه. چهار پنج دره. آه میتونیم تو هر کدومش یه چیزی بذاریم، زنگ زر بذاریم یا قرمز بذاریم. خب من چه میدونم کدومش بذاریم درست تره. زنگ زر بکنم اگه بذاریم، یعنی تا ابد اینجا بمونیم. جفتشو باید بذاریم مثلا. حالا دره باز میشه؟ نه. انتخاب باید بکنیم. این اونه جفتش یه چیز باید بکنیم. گوشه دیوار چیز نموده بود. چی میخوای جیمز؟ این مریه. گل؟ من هیچ گل لعنتی نمیخوام. فقط برو خونه. اومده به جداشته بوده شده ازش. به هم نگاه کن. من حال به هم زنم. بین مریضی و این دارو هم شدم شبیه یه هیولا. What are you looking at? به چی نگاه کنی؟ Get the hell out of here. تو از اینجا گم کن، تنهام بذار همین الان. I'm no use to anyone. من دیگه فایده‌ای برای کسی ندارم. Soon, خیلی anyway. زودم میمیرم دیگه. It'd be easier if they just killed me. جرا آسون‌تر میشد اگه فقط میزدم میکشتنم. ولی فکر کنم بیمارستان داره سود خوبی از من در میاره. چرا این کارو بکنه؟ چرا هنوز اینجایی؟ بهت گفتم برو. کری؟ دیگه بر نگرد. جیمز سب کن. خواهش میکنم نرو. Don't leave me alone. منو تنها نذار. I didn't mean what I said. حرفایی که زدم رو از واقعا نگفتم. Please. خواهش میکنم. Tell me I'll be okay. به هم بگو که حالم خوب میشه. Tell me I'm not gonna die. به هم بگو که قرار نیست بمیرم. Help me. کمکم کن. بله چی؟ شکل ها ذهن رو مجبور میکنن؟ نه شکل ذهن رو مجبور میکنه. 26 کنم این معمای آخر بازی باشه. این عکس ها نمیریم تو ها، نمیتونه بره تو ها. واقعا یکی از بهترین حس بارونای بازی ها بوده توی دسته. واقعا حساش عالی بود. یه چیزی هم اینجاست، سرش رو چرخون فهمیدم. همیشه به سرش نگاه کنید. ایده جالبی بوده.
Mary? I have missed you so much. ایلی دلم برای تنگ شده بود. I've missed you too. منم همینطور. We can finally be together. بالاخره میتونیم با هم باشیم. Forever. برای همیشه. No. نه. James. Honey. عزیزم. What's wrong? چی شده؟ I'm sorry. متاسفم. I know you tried. من میدونم که تلاشتو کردی. خواهش میکنم. ولی اون از دنیا رفته. I know that now. اینو دیگه حالا فهمیدم. تمامش کن. من نمیتونم هاش بانه بود کنم. خفه شو. چی رفته؟ تو چی میخوای؟ Do you even know anymore? اصلا چیزی میفهمی؟ I'm yours. من مال تو هم. I'm here for you. من اینجام برای تو. حالا اگه من اون نباشم چه فرقی میکنه؟ این ماریاست. من میتونم اون چیزی که اون هیچوقت نمیتونست بهت بده رو بهت بدم. میتونم بهتر از اون باشم. What else do you want me to be? دیگه چی میخوای باشم؟ What else can I be? دیگه چی میتونم باشم؟ I من واقعا متاسفم ماریا. واقعا هستم. ولی این قضیه باید تموم شه. It's time to let it go. دیگه وقتشه که رهاش کنی. No. What? چی؟ یعنی چی نه؟ I won't let you do this to me. نمیذارم این کارو با هم بکنی. I won't let you go. نمیذارم بری. I can't. نمیتونم. خوب فهمیدم باید رو بزنم. باید جونم خودشو بزنیم دیگه. بمیری واقعا. همه باس فایتر الان میخواد تکرار کنه. ایوه
وای لعنتی لعنتی ریلود لعنتی رو انجام بده، اینش هم انجام بده. بزن عوض کن. همش تو ذهنمون بود. همش پشت ترافیک داشتیم اینو فکر می‌کردیم کل این وقت. I miss you so much. خیلی دلم برات تنگ شده. I tried. من سعیمو کردم. I really did. واقعا سعیمو کردم ولی نمیتونم. فقط این که دیگه بدون تو نمیتونم ادامه بدم. I can't forgive myself for what I've done. نمیتونم خودم رو به خاطر کاری که کردم ببخشم. I know this isn't what you would want. میدونم که این چیزی نبود که میخواستی. But I guess it doesn't matter anymore. ولی فکر کنم دیگه اصلا مهم نباشه. تو دیگه تو اینجا نیستی دیگه. Are you? هستی؟ انداخ خودشو تو آب. In my restless dreams, توی رویاهای بی پایانم اون شهر رو دیدم. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. که منو دوباره یه روز میبری اونجا. But you never did. ولی هیچ وقت این کارو نکردی. Well, خب. I'm alone there. حالا من اونجا تنهام. In our special place. توی مکان ویژمون. Waiting for you. منتظرم که to come تو بیای و ببینیم. But you never do. ولی تو هیچ وقت این کارو نمی‌کنی. So خب I wait. من منتظر میمونم. Wrapped in my cocoon. توی اون شفیرم میپیچم و شفیره درد و تنهایی. I know. لاف که درد و تنهایی. میدونم من کارهای وحشتناکی باهات کردم. I wish I could change that. کاش میتونستم تغییرش بدم ولی نمیتونم.
I feel so من خیلی حقارت و زشت خودم رو میدونم، حقیر و زشت خودم رو میدونم. هر روز به شکاف های توی سقف نگاه میکنم و پیش خودم میگم این چقدر غیر عادلانه است. امروز دکتر اومده بود، بهم گفت که میتونم برم خونه برای یک مدت کوتاهی. به این معنی است که میتونم خوب بشم، فقط این که این میتونه آخرین شانسم برای بازگشت به خونه باشه. با این حال خوشحالم که میخوام بیام خونه. دلم خیلی برات تنگ شده، ولی میترسم جیمز، میترسم که تو نخوای واقعا من برگردم خونه. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. میتونم بگم که چقدر برات سخته. I don't know if you hate me. نمیدونم آیا ازم متنفر یا دلت برام میسوزه. Maybe I just disgust you. حالتو به هم میزنم. I'm so sorry. واقعا متاسفم. When I first learned I was going to die, اولین بار که فهمیدم قراره بمیرم، نمیتونستم بپذیرمش. انقدر عصبانی بودم، همه چیزو میخواستم بزنم بریزم اون بر، همه اونایی که دوستشون داشتم، به خصوص تو. برای همینه که میفهمم اگه از من متنفر باشی، ولی میخوام بدونی من همیشه عاشقت میمونم. حتی اگر زندگیمون اینجوری میخواد تموم بشه، من حاضر نیستم دنیا رو بگیرم و به جاش، حاضرم همونو نگهش دارم. خب this letter has gone on too long. نامه زیادی طولانی شده. I'll say goodbye. برای همین خداحافظی میکنم. I told the nurse to give this to you. پرستار گفتم که بعد از اینکه از دنیا رفتم اینو بهت بده. Which means that as you're reading this, همونجوری که داری میخونیش من دیگه مردم. But that's okay. ولی اشکال نداره. I'm not afraid of it. من دیگه ازش نمیترسم. I just hope the pain will end. فقط امیدوارم که دردش به زودی تموم شه. So that you remember me for who I was. نه به خاطر اون چیزی که بودم به یاد بیاری. نه به خاطر این بلایی که این بیماری به سرم آورد. I want you to go on. من میخوام دیگه به زندگیت ادامه بدی. I want you to live. میخوام که بری زندگی کنی. For yourself. به خاطر خودت. And for others. و برای بقیه. Like you did for me. همون جور که این کارو برای من انجام دادی. James. James. You made me happy. تو منو خوشحال می‌کردی. باور نکردنی که این بازی رو ژاپنیا ساختن. واقعاً باور نکردنی. موسیقی آکیرا یاماواکا. دم بلوبر تیم هم گرم. حدود 17 ساعت توی بازی بودیم، پایان این واترش رو دیدیم. 8 تا پایان داره، من فکرم 6 تاست. 8 تا پایان داره، چجوری؟ از کجا بریم این 8 تا رو نگاه کنیم؟ خب بچه ها، پایان این واتر بازی رو دیدیم که یعنی در آب. و خب قضیهش این بود که این دیگه امیدی نداشت به زندگی و گفت که من نمیتونم به زندگی ادامه بدم، خودشو پرت کرد توی آب و خودکشی کرد. حالا من رفتم بررسی کردم ببینم 7 تا پایان دیگه چجوریه و مثل که دقیقاً رفتارهایی که شما در حین بازی انجام میدید اونو تعیین میکنه. مثلا این واتری که الان ما به دست آوردیم اینجوری بود که هر وقت که زخمی میشید دیر خودتون رو درمان کنید، یعنی به جونتون اهمیت نمیدید. خیلی قضیه جون نبود، قضیه بود می‌خواستیم جونا رو حفظ کنیم. این بود که توی اون معمای سکته که اوایل باز دیدید کله مرد رو انتخاب کنید در بخش آخرش. اینم من شانسی انتخابش نکردم، بر اساس متن خودش بود، ولی خب این دوتا رو من انجام داده بودم. اما سه تا کار دیگه هم باید انجام دادید. یکیش این که برید چاقوی انجلا رو حداقل دو بار توی منوتون نگاه کنید. من نگاه نکرده بودم، ولی خب شد. به نظرم این واتر برای همه همون بار اول اتفاق میفته. بعدش اینه که آخر بازی همین جایی که مری توی تخت افتاده بود به همه دیالوگاش گوش کنید. یعنی شما برای مری خیلی اهمیت قائل بودید دیگه. وقتی هم تمام میشه بازی میگه خب من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. و در نهایت ماریا وقتی تو بیمارستان یا توی هزار تو بود نرید پیشش. خب اینا دیگه تو نیو گیم پلاسه، نرید پیشش. تا یعنی حتی ما رفتیم پیشش، واقعیتش همه رو رفتیم، خیلی هم باهاش صحبت کردیم، ولی اینو حساب نکرد به عنوان اینکه مثلا پایانش عوض کنه. بنابراین اینو دیدیم. حالا پایان ظاهرن اصلی بازی، پایان به اسم لیو اسمش، یعنی ترک کردن سایلنت هیل اسمش. گفته اول
اولین کاری که باید بکنید که جیمز تا زخم میشه بعد خودتون رو درمان کنید بلافاصله، یعنی به جونتون خیلی اهمیت بدید. بعد توی معمای سکه باید سکه مار رو انتخاب کنید، نمیدونم معنیش چی میتونه باشه. بعد از طرفی وقتی که مری آخرش که افتاده به حرفاش گوش کنید، اینم اشکال نداره که گوش کنید. بعد اینکه ولی ماریا رو تو بیمارستان یا هزارتون نرید پیشش، چاقوی آنجلا رو هم نگاه نکنید، نامه های مری عکساش و اون چی میگن پارچه هم که ازش پیدا میکنید اونو هم اصلا ندید تو منو بررسیش کنید. حالا طبیعتا شما وقتی پیدا میکنید یه بار بررسیش کنید، بیشتر از یه بار رو بررسیش کنید. من واقعاش اینجوری فکر کنم باز کردم، فقط سکه‌شو یه چیزی برداشتم. حالا بریم ببینیم لیو چی میشه. خب مری توی تخت، ولی شکلش فرق میکنه. مری هی هانسون. آی سلام خوش تیپ. واش واقعا متاسفم. متاسف نباش، بهت که گفتم من خودم میخواستم که درد تموم بشه. آره خودت گفتی درسته، ولی That's not why I did it. ولی این برای این نبود که انجامش دادم. دلیل گفتن تو نبود. The truth is. حقیقت اینه که I hated you. من از تو نفرت داشتم. I wanted you out of the way. من می‌خواستم تو از سر راهم بری کنار. I wanted my life back. من می‌خواستم زندگیم برگرده. If that's true. اگه این حقیقت داره Then why do you look so sad? خب چرا اینقدر غمگین پس به نظر میرسی؟ Mary. It's okay, James. اشکال نداره جیمز. Here. بیا. این چیه؟ It's what you've been looking for. این همون چیزیه که دنبالش بودی، نامه مری. دیوار اول بازی. نامه رو بهش داد. نامه برای این بوده؟ In my restless dreams, توی رویاهای سختم من اون شهر رو میدیدم. Silent Hill. You promised you'd take تو قول دادی که منو یه روز دوباره میبری اونجا. But you never did. ولی هیچ وقت این کارو نکردی. خب I'm alone there. حالا من الان اونجا تنها. In our special place. اون مکان ویژمون. Waiting for you. منتظرتم که بیای و ببینیم. See me. But you never do. ولی تو هیچ وقت این کارو نکردی. So. برای همین منتظر موندم. خودم رو در لاک درد و تنهاییم پیچیدم و I know. میدونم. I've done a terrible thing. من کار وحشتناکی با تو کردم. I wish I could change that. کاش میتونستم تغییرش بدم ولی نمیتونم. I feel so. خیلی احساس حقارت میکنم و
شبیه یک موجود زشت که اینجا افتادم. هر بار که اینجا افتادم و به شکاف دیوار بالای سرم نگاه میکنم، پیش خودم میگم که چقدر ناعادلانه بوده این ارتباط من و تو. امروز دکتر اومده بود، بهم گفت که میتونم برای یک اقامت کوتاه برم، نه اینکه حالم خوب قراره بشه. گفت این آخرین شانسمه برای دیدنتون. با این حال خوشحالم که دارم میام خونه. دلم خیلی برات تنگ شده، ولی من میترسم جیمز. میترسم که تو واقعا نخوای من برگردم خونه. هر بار که میای به دیدنم میتونم ببینم که چقدر برات سخته. نمیدونم که آیا ازم متنفر یا دلت برام میسوزه. شاید فقط حالتو بد میکنم. واقعا متاسفم. وقتی اولین بار فهمیدم که قراره بمیرم نمیتونستم قبولش کنم. من خیلی عصبانی بودم، به همه میپریدم، به همه کسی که دوستشون داشتم، به خصوص تو. برای همین بود که درک میکنم اگه تو از من متنفر باشی، ولی میخوام بدونی که من همیشه عاشقت میمونم. هرچند که زندگیمون با هم دیگه حالا اینجوری داره تموم میشه، من هنوز حاضر نیستم هیچ چی رو در دنیا بگیرم که این زندگی رو از دست بدم. خب این نامه همین الانش هم خیلی طولانی شده، برای همین خداحافظی میکنم. با به پرستار گفتم که بعد از که از دنیا رفتم اینو بده به تو، که یعنی همون موقعی که داری میخونیش من دیگه مردم، ولی اشکال نداره، من دیگه از مرگ نمیترسم. فقط امیدوارم که دردش زودتر تموم شه، تا اینکه منو به خاطر اون چیزی که بودم به یاد بسپاری، نه به خاطر این بلایی که این بیماری سرم آورد. من میخوام به زندگیت ادامه بدی. من میخوام زندگی کنی به خاطر خودت و بقیه، همون جور که تو این کارو برای من کردی. جیمز، تو منو خوشحال می‌کردی. لارا رو با خودش برد. لارا دختر خونده‌شون بوده احتمالاً، چون بهش گفت مثل دختر خودم دوست دارم، نه اینکه دو دختر خودمی. ببین این پایان دقیقا برعکس احتمالا میشه. الان رفتیم از سایلنت هیل بیرون، خودکشی نکرد. خب حالا ما تقریبا دوتا پایان اصلی بازی رو دیدیم، یکیش خوبه یکیش بد بود. اما پایان‌های جالب دیگه بازی، یکیش پایان سگه، که خب ما دیدیم که ادی هم زده بود که سگ رو کشته، به نظرم یه رفت به داستان اون داره، میخوام ببینم چیه ماجراش. برای که بتونیم به این برسیم، من روی این راهنما بهتون میگم که چیکار بکنیم. ببین شما باید یه کلیدی به اسم کلید سگو به دست بیارید. اولیش توی یه بیگ جی تو منطقه همون اول بازی که شروع می‌کنیدش، باید برید اینجا روی همین اینجا که اصلا ما نرفتیم، ولی خب مثل که مغازه پت شاپیه، اونجا میرید این یه کلیدی رو پیدا میکنید. بعد کلید دو تا تیکه است، تیکه دومش هم دوباره تو همون منطقه است، کنار بلدوین منسن اینجاست. یعنی قبل از اینکه بریم اون به روزباتر برسیم دیگه، مپش نشون دادم دیگه، اینجا بس که یه خونه سگه که تیکه دومش رو پیدا میکنید. تیکه دومی که پیدا کردید بعد اینا، بعد که میرید جلوتر میرسید به آخر بازی تو هتل ببین طبقه سوم یه جایش بود که ما نتونستیم واردش بشیم، به اسم ابزرویشن روم، همون نزدیک اتاق زنمونه. اونجا میرید داخل و این ویدیوهایی که اینجا هست رو میبینید و بعد پایان بازی هم یکم تغییر میکنه. خب رفتیم توی ابزرویشن روم. با این سگ پشت ماجرا بوده، این یه پایان خنده داره. خب چیز کارگاه گجت مگه؟ خودت نشون بده. نه امکان نداره.
امکان نداره یه سگ پشت ماجرا بوده. خب چه پایان عجیب غریبی بود. من از این بکنم پایان های مسخره بازی فانش بود. من عوض کنم چرا داره زبانش اینجوری صحبت میکنه؟ شاید اون کسی که این ویدیو رو ضبط کرده چه میدونم یه روسیه اینا. نه بعد رفتم نگاه کردم همه هم اینجوری صداش، اصلا انگلیسی صحبت نمیکنه، گریت توی زبان عجیب غریبی فکر کنم روسی داره صحبت میکنه. بله خب حالا که داریم پایان های مسخره بازی رو نگاه میکنیم، بذار بریم یه پایان مسخره بازی دیگه اش به اسم پایان آدم فضا یا یو اف او رو پیدا کنیم. این پایان فکر کنم خیلی رسیدن بهش سخت باشه. بعد تو نیو گیم پلاس باشید، بعد تو بخش ابتدایی بازی بیاید به این منطقه دوباره. اینجا مثل که یه دونه مغازه جواهر فروشی داره اینا، بعد اینو که میشکونید اربرقی هم دستش من اربرقی از کجا بیاریم، ولی فکر کنم میده. اینجا اون یه به قولن یک جم آبی رنگی رو بر میدارید، بعد اونو بعد بریم ببینیم تو بخش های مختلف مپ که مثلا یکیش اونجایی که دختر میبینیم، اینجا هر کدوم این از این علامت ها میبینیم باید صحبت کنیم. یکیش توی چه میدونم اسکله هتل، یکیش تو اتاق 312 است، یکیش توی پارک روزوود پارک، یکی دیگه هم در طبقه بالای خیابون سال استریت. میگم حالا اینجوری که اسمی نمیتونم حرفی نمیتونم میگم، ولی تو دور دوم اتفاقا دارید بازی میکنید میبینیدش دیگه. خب حالا بریم پایان یو اف او. نه اینو باید پیدا کنیم. یا خدا چی رو میخواد باش بده کنه؟ وای یه دونه بشقاب پرنده داره میاد، یعنی بشقاب پرنده ها پشت قضیه بودن. باشه اینا رو چجوری کشف میکردن ملت؟ خیلی سخته، 10 بار باید بازی رو تمامش کنیم. آه رفتیم تو بازی اصلی. چی بوده قضیه؟ جیمز این چیه؟ نه جیمز گیل چی؟ این چیه؟ جیمز تو منی؟ من خود واقعیتم. اسپیس جیمز یعنی جیمز فضایی به جیمز معمولی میگه. نه امکان نداره. نه حقیقت داره، تو کل مدت کلون من بودی، ولی حالا دیگه وقتش که برگردی خونه. نه آه آدم فضایی اومد بردنش. مرسی اسپیس چیز که بالاخره همه چیز اونجور شد که باید بشه، میتونیم با هم باشیم بالاخره. مری پایان. خب حالا میخوایم بریم سراغ پایانی که در واقع بعد از پایان این واتر و لیو ما میتونیم به دستش بریم، اونم پایان ماریاز میشه. چرا بعد این کارو بکنیم و کلا سخت میشه اینو زودتر از اون به دست آورد؟ چون که خب اون دوتا خیلی به هلتتون ربط داره کارهایی که انجام میدید، و اینکه خیلی هم با ماریا که این دختره باشه که شبیه زنمونه این خیلی ارتباط نداشته باشین، ولی خب تا اون دوتا رو به دست نیاورده باشید این شروع نمیتونه بشه. خب بازی خودش اینو تشخیص میده، ولی اگه اون دوتا رو گرفته باشید کاری که باید بکنید اینه که توی پازل سکه باید آخرین بخشش سکه زن رو بردارید. هر جایی که با ماریا هستید باید خیلی بهش نزدیک بمونید، اگه از هم جدا شدید باید سریع در رو باز کنید بهش برسید. چه میدونم نباید بزنید دمج بخوره، نباید هیچ شیشه رو الکی دورش بشکنید، نباید بهش ضربه بزنید، نباید عکس ها و نامه های مری رو برید توی منوتون نگاه کنید، نباید برید چاقوی انجلا رو نگاه کنید. موقعی که اون آخر بازی که باید لوازم
میذاشتیم توی توی آسانسور، نباید عکسای مری و چیزای شخصی رو نذاریم توش، مری و اینو چیزا رو نذاریم. بعد آخرش که مری افتاده روی تخت داره صحبت کنه، نه به حرفاش گوش کنید، زود بزنید بره. یعنی برام مهم نیست اصلا مری، حالا بریم بریم ماریا، یعنی ما ماریا رو دوست داریم. خب حالا بریم سراغ پایان ماریا. ماری اگه به هم برسن چی میشه آخه؟ این مگه واقعیه؟ جیمز منتظرت بودم، خیلی گذشته، نمیخواستی بیای ببینیم؟ چرا؟ بیش از هر چیز دیگه ای You're all I ever wanted. تو همه چیزی هستی که همیشه میخواستم. That's not true. ولی این حقیقت نداره. Is it? مگه نه؟ Mary. You killed me. تو منو کشتی جیمز. Yes. آره. آره فقط این که نمیتونستم بیشتر از اون زجر تو ببینم. نمیخواد بهونه بیاری. من میدونم که تو منو چجوری نگاه میکردی، چه حسی داشتی. تو واقعا از من متنفر بودی، مگه نه؟ It's true. I may have had. درسته، درسته. بعضی وقتا شاید از اون حسا داشته باشم، ولی من 3 سال طولانی بود. So خیلی دیگه خسته بودم. I guess I understand. آره، فکر کنم درک کنم. I know I was a burden. میدونم که یک باری بودم رو دوشت. تو میخواستی یه زندگی life. طولانی خوشحال داشته باشی، یه چیزی که نمیتونستم من بهت بدم. آیا اون زنه میتونه؟ ماری پلیز اگه ماری خواهش میکنم اگه میتونستم no. نه جیمز اونها آخرین لحظات با ارزشی بودن که من داشتم. چطور میتونم تو رو ببخشم؟ شوخی میکنی؟ باس فایت؟ خب این چیه؟ این همون چیزی که دنبالش بودی. نمیخوام، من دیگه میخوام با تو باشم. Let's go. اونم مریض داره میشه؟ Better do something about that cough. بهتره کاری برای اون سرفت بکنی.
خب چه پایان عجیبی، یعنی این چرخه دوباره براش تکرارش رو گفت بهتر کار برای اون صرفت بکنه، من حوصله ندارم دیگه. خیلی جالب بود. البته به نظر من این بیشتر یک استعاره بود از چیزی که مثلا اون بعد از زنش رفته مثلا با یه روسبی چیز شده که زندگیشو ادامه بده و زندگیشو چیز کنه، نه اینکه اون زن دقیقاً شبیه زن خودش باشه دیگه، جایگزینش کرد. یعنی این معنی جایگزینی میده، گفت بهتره برام صحبت کار بکنیم، من برام مهم نیست، من میخوام فقط لذت خودم برم. من این برداشت این بود. اگه مثلا میخواست بگه دوستش داره واقعا، برنگش گفت که چی حالت خوبه، مثلا با حالت خوبه، یه نگرانی تو چه، نه براش مهم نبود، کارش که اون صحبتو. اما پایان بعدی که میخوام ازش صحبت کنیم پایان ریبرث یا تولد دوباره است. این پایان رو بعد توی نیو گیم پلاس به دستش بیارید و بعد 4 تا کتاب رو پیدا کنید. من مکانهاشو بهتون نشون میدم دیگه. یکیش توی قبرستون نزدیک همون شروع کاره که اینجا، بعدیش توی خود شهر توی بالدوین منشن اسمشه، اینجا پیداش میکنید، یه چیزیه نمیدونم چیه. بعدش تو خود سایلنت سوسایتیه که پشت یه جاییه که یه همچین چیزی قرار داره، فکر کنم یه جامیه. و آخرش هم توی خود هتل طبقه اول توی بخش لاست اند فاوند یه کتابی به اسم لاست مموریز، خاطرات گمشته. این 4 تا آیتم باید تو اینونتوریتون باشه. تو نیو گیم پلاس بازی رو تمام کنید بریم ببینیم چی میشه. خب این پایانه با اینجا شروع میشه. جیمز چی شده؟ خوشحال نیستی که منو دیدی؟ متاسفم. من میدونم تو چی هستی. ماریا. بلافاصله این دفعه فهمیدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ من اینجام برای تو. تو اون نیستی. اون دیگه رفته. و اون دیگه قرار نیست برگرده. اشتباه میکنی. یه راهی هست. من هنوز میتونم اونو برگردونم. چی؟ نه. این حقیقت نداره. قبل از اینکه این کارو بکنم، باید اون بخش از وجودم رو بکشم که اون بخشی که به تو وصله. فکر کردی چه خری هستی؟ تو نقش تو این قضیه نداری. دیگه نه. چه بخوای چه نخوای، من الان اینجام دیگه. و اجازه نمیدم اینجوری تموم بشه. خب حالا توی رودخونه دریاچه، اون مردی که میرسه به ساحل تا زنش رو پیدا کنه، این گم نمیشه تو دتورا. Mary. You look so peaceful. تو خیلی با آرامش به نظر میرسیدی. Forgive me for waking you. منو ببخش که بیدارت کردم. Without you, ولی بدون تو can't go on. من نمیتونم ادامه بدم. This town, این شهر Silent Hill. Silent Hill. The old gods haven't left. خدایان کهن اینجا رو ترک نکردن. یا خدا رفتیم تو الانبک. اونا هنوز کسانی که میپرستنشون رو بهشون قدرت‌های بسیار میدن. قدرت انکار حتی مرگ. الان بگه تو هم همین بود دیگه، یه بساط اینجوری شد. حتی اون خیلی بازش نکرد، اینجا بازش کرد. خب دو تا پایان بعدی که میخوایم نگاه کنیم اینا جدید ریمیک هستن. هیچ کس پس اینا رو ندیده هیچ وقت. گفته برای که بتونیم برسیم به این پایانه، اول باید تو نیو گیم پلاس باشید، بعدش بایستی دو تا یه کلید و یه جسمی رو که پیدا میکنید، حالا یه دونه صندوقچه کوچیک هست که باید پیداش کنید، اسمال چست. این کجا پیدا میشه؟ این توی بیمارستان طبقه F1 توی اینجا توی خود اون باغ پیدا میشه. خب این یک، پس اینو که پیداش کردید، بعد این یک کلید داره. کلیدش کجاست؟ کلیدش نرسیده به سایلنت هیل هیستوریک سوسایتی، اون موزه اینجاست توی پیت بال اوباما هم چیه. اینجا یک کلید پیدا میکنید، بعد کلیدو چیز میکنید، با این ترکیبش میکنید، درشو باز کنید، یه نوشیدنی مثل که توشه. نوشیدنی رو باید قبل از اینکه اون ویدیو آخر رو نگاه کنید بخورید، ببینیم چی میشه.
خب الان ببین نوشیدنی رو خورده، ویدیو رو که میذاره عوض میشه. داره دوباره ازم فیلم میگیری؟ ای بابا بیخیا. نمیدونم چرا ولی واقعا عاشق اینجام. اینجا خیلی آرامش بخشه. میدونی چی شنیدم؟ کل این منطقه یه زمانی یه جای مقدس بوده. I think I can see why. فکر کنم بتونم بفهمم چرا. It's too bad we have to leave. چقدر حیفه که باید اینجا رو ترک کنیم. Promise you'll take me again. قول بده که منم با خودت دوباره بیاری اینجا جیمز. I promise. قول میدم. عوض شد آره؟ اون دفعه اینجوری نبود. اون دفعه اینجا عوض شد، تصویر رفت بکش بکش و اینطور چیزا. بیا بریم لوازممون رو جمع کنیم میخوایم بریم. خب جیمز عزیزم مشکلی پیش اومده؟ نه it's fine. نه نه خوبه، everything's fine. همه چیز خوبه این دفعه. این یعنی مریض نشد دیگه که بخوان برگردن اینجا. و خب بالاخره میرسیم به آخرین پایان جدید بازی سایلنت هیل ریمیک که اسمش هست استیلنس یا آرامش. برای که بتونیم به این برسیم اول باید توی نیو گیم پلاس باشیم و واتر اندینگ رو به دست آورده باشیم یه بار. خب یعنی بلافاصله بعد که به دست آوردیم حالا بایستی اول یک کلیدی رو پیدا کنیم. این کلید دقیقاً همون اول بازی ظاهره، یعنی همون اولش که شروع می‌کنید نزدیکای ورودی شهر یه ماشین سبز رنگی بایستی که یه کلیدی به اسم کلید غم کیاپ سارو داخل اینو باید با اره برقیتون باز کنید. خیلی برام جالبه این قضیه اره برقی چیه. بعد اینو که به دست آوردید دیگه همینجوری ادامه میدید تا اینکه به آخرین بخش بازی که میرسید، اونجایی که هتل شکلش عوض شده، باید برگردید به اتاق رئیس همین هتل و یه گاف صندوق اونجاست. گاف صندوق از کلید بعد استفاده کنید و کد 314 رو بزنید که یه دونه کارت پستال توش پیدا میکنید به اسم تولکا لیک. بریم ببینیم چیه. خب تو ماشینیم که دوباره شاید به جایی که بپره تو آب این دقیقه میره به جزایر تولکا. من تلاشمو کردم، واقعا تلاشمو کردم، ولی من نمیتونم بدون تو ادامه بدم. من نمیتونم به خاطر کاری که کردم خودم رو ببخشم. میدونم. چی شده عزیزم؟ دلم خیلی برات تنگ شده. I'm sorry. واقعا متاسفم. I am so
واقعا متاسفم. اشکال نداره. منتظرم میمونی؟ جیمز. I've always been waiting for you. من همیشه منتظر تو بودم. نکنه تو نامه ماری بوده. خب بچه ها، بالاخره آخرین پایان جدید بازی به اسم استیلنس رو هم با هم دیدیم که پایان مثبتی بود، ولی خب به طور کلی بین همه این 7-8 تا پایانی که وجود داشت این استیلنس رو دوست داشتم. اما به نظر من این واتر، همون چیزی که اول خودم به دستش آوردم که خودکشی میکنه، به نظر من واقع بینانه ترین و درست ترین پایانی که واقعا اون ماجرایی که ما داشتیم میدیم این بود پایانش. ببین هر برداشت فلسفی که میخواید از این داستان بکنید، داستان مشخصه. یه مردی بوده که همسرش بیماری لاعلاجی داشته و خب زنه برای اینکه بتونه دیگه روزهای آخرشو بگذرونه اومده بوده به اینجایی که اینقدر خاطرات خوب با هم داشتن و خب همینجا از دنیا حالا چجوری میره ما میفهمیم که آخرش یعنی که جیمز میکشتش، یعنی زنه دیگه تو زجر شدید بوده، جیمز میزنه میکشتش، حالا یا به خواست زنه یا اینکه خودش هم ته دلش کم اینو میخواسته. به حال زنه با خواست خودش میگه منو راحتم کن. اینو دیدیم دیگه، افرادی که مثلا بیماری لاعلاج دارن چه شرایط عجیبی میشه بعضی وقتا تو اون روزهای آخر که حتی خودشون حاضرن که راحت شن ولی خب پزشکی اجازه نمیده. به حال اما مثلا حالا نمیدونم، میگم اینجا مسئله اینجا بود که جیمز میدونست که تماما این کار رو برای زنش انجام نده بود، ته دلش میدونست که یکم هم خودش میخواسته رها بشه و خودش هم یک کوچولو راضی بوده و این عذاب وجدانه بعد از 3 سال کشونده بودش دوباره به اینجا، حالا یا تو ذهنش تو این فضایی که اومده بود و داشت باش کلنجار میرفت و توی کل این بازی ما این کلنجارهایی که این داشت با خودش میرفت داشت میدیم دیگه. البته میدونم که یه تحلیل های روش هست که اصلا سایلنت هیل، این جایی که ما الان توش هستیم، یه مکانیه که اون چیزی که زنه میگفت یه مکان مقدسی بوده و یک ویژگی های فراطبیعی داره که باعث میشه افراد کارهای بدی که کردن یا گناهانشون به حقیقت بپیونده و اتفاق بیفته همینجوری. خب یعنی طرف همینجوری داره اونو چیزش میکنه، تجربهش میکنه اون اتفاق براش. این برداشتایی که از بازی سایلنت شده میفهمم، ولی خب من بر اساس چیز خودم که اولین بازی سایلنت رو بازی میکردم برداشت این داستان این بود که مرد بوده زنشو کشته بوده، حالا یا به خواسته خودش یا این، بعد یه عذاب وجدانی داشته و به زیباترین شکل ممکن اومد اینو برای ما نشونش داد و این همش تو این کلنجارها آخرش به این واتر رسید. یعنی گفت که ببخشید من همه تلاشمو کردم، ماریا که خیلی شبیه تو بود اومد بخواست جایگزین بشه، من نمیخوام تو رو جایگزین کنم، من همه تلاشمو کردم که یه جوری با خودم کنار بیام، اون کاری که تو رو راحتت کردم برای راحت کردنت بود، ولی میبینم که نه، عذاب وجدانش نمیذاره زنده بمونم و دوری از تو نمیذاره، پس خودمو میکشم. خب بنابراین به نظر من این واقع‌گرانه تا این توضیح بود. البته خب این پایان جدیدش که استیلنس بود گفت منتظرم میمونی، یعنی خب ما یه دونه چه میدونم کارت پستال لیک پیدا کرده بودیم که بریم اونجا برای خودمون خوش بگذرونیم به آرامش برسیم، گفت منتظرم بمون تا روزی که منم بمیرم بیام پیشت. یعنی اینم پایان قشنگیه، نه عشقشو به یک روسپی فروخت، نه عشقشو فراموش کرد، نه اینجوری بود که مثلا آره دستت راحت شم کشتم دستت، نه
تو دیگه راحت شدی، من یه فداکاری برات انجام بدم، من حاضرم با عذاب وجدان این به زندگیم ادامه بدم تا روزی که دوباره هم دیگه رو ببینیم. خیلی بازی خوبی بود بچه‌ها، یعنی اصلا قبل از اینکه شروع کنم فقط تو ذهنم بود که بازی ترسناکه، میشینیم علکم اعصابمون رو خرد میکنه. این بازی بهترین بازی ترسناکی بود که من تو زندگیم بازی کردم، از رزیدنت ایول 8 هم رفت بالاتر، توی اون بالا بالا هاست دیگه خدا. خلاصه و دلیل اصلیش هم داستانشه، داستان درجه یک. و من همیشه از سایلنت هیل فراری بودم، نگو اینجا جایی بود که بعد میادم دنبالش میگشتم، با اینکه خیلی ترسناک بود ولی اون داستان قوی، اون صحنه‌هایی که می‌دیدیم معنا داشت، یعنی هیچ کمش الکی نبود. خب بازی‌های ترسناک عموماً اینجوری بی‌معنی هم الکی، فقط برای که ترسناکش کنی صحنه‌ها رو درست کنی که شلوغ، خشن، خونین، تیک پاره شدن. هیچ چیزی اینجا بی‌مفهوم، همه چیز استعاره بود، یک شعر وحشت بود، واقعاً میشه گفت یه شعر وحشت بود، ادبی بود. و حالا میفهمم چرا اونایی که طرفدار سایلنت هیلن چقدر سرخوردن که وای چرا کسی این بازی آندرریتد رو نمیفهمه. من یه طرفدار سایلنت هیل بدون تا حداقل با این دوش هنوز بقیه‌اشو بازی نکردم، ولی امیدوارم که لذت برده باشین از این واک ترو. نظراتتون برام بنویسید، شما کدوم پایان رو دوست داشتید، و امیدوارم که نسخه 3 4 و بقیه‌اش هم بسازن. من که پایاشم دیگه، پایه شدید و با لذت میشینم بازیش میکنم. مرسی که تماشا کردید، تا یه چیز دیگه از همین گیم شو، خدافظ.